متشکرم. مرسی. خیلی ممنون. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون. متشکرم. متشکرم. خیلی ممنونم. خوش آمدین. خیلی متشکرم از لطفتون. به نام خدا سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آرزوهای خوب دارم برای همه مردم. در مورد پسنداز فکر کنم حرف بزنیم یکم. خیلی ها معتقدن در دوران رکود اقتصادی دیگه امکان پسنداز کردن وجود نداره، اما اقتصاددان ها میگن که اتفاقا در این دوران پسنداز کردن اهمیت بیشتری پیدا میکنه. تحت هر شرایطی میشه پسنداز کرد، فقط کافیه برای پولی که در میارین برنامه ریزی داشته باشین. فکر کنم یکی دو سال پیش بود که یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد موجودی حساب آقازاده هامون در بانک های خارج از کشور از ذخایر ارزی کل بیشتر. خب این برای اینه که اونا برای زندگیشون برنامه ریزی دارن، میتونن پسنداز کنن. یعنی نه تنها برای زندگی خودشون برنامه ریزی میکنن، بلکه برای زندگی تک تک ماها هم برنامه ریزی میکنن. یکی از اصول مهم پسنداز اینه که باید دسترسی به اون پسنداز خیلی سخت باشه. یعنی اینجوری نباشه که تا یه مشکلی پیش میاد برداریم خرجش کنیم. مثلا میشه گذاشتش تو حسابهای بلند مدت، یا اصلا حساب رو به نام یکی دیگه که بهش اعتماد داریم باز کنیم، یا اینکه مثل بعضی از دوستان خب پولا رو ببریم تو بانک‌های خارج. یعنی اینقدر دور بوده ازشون اینا نتونستن بهش دست بزنن، به مرور کل پول کشور رفته تو حساب پسنداز اینا. آزاده بودن مهم نیست، برنامه ریزی داشتن مهمه. من آدم معمولی میشناسم که چون برنامه ریزی داره پسنداز میکنه. سه شنبه ها میره سینما که بلیط نیم بهاست. وسط فیلم سر بحث رو با بغل دستی باز میکنه، یه مشت از چیپسش میخوره. بعد فیلم با مترو میره بهشت زهرا، سه تا شیرینی زبون میخوره با یه ساندیس. همونجا هم یه جا خواب عمیق برای خودش پیدا کرد. آخر هر ماه حدود 150,000 تومان پسنداز میکنه. نظرات شما رو بخونم. قدیم باز تا پارک دم خونمون میرفتیم، الان به سر کوچه که میرسیم پیامک میاد که 80% از موجودی حسابتون ته کشیده. جدیدن خریدها همه آنلاین شده، فقط کافیه کرکره مغازه رو این لینک بکشی بالا. به نظرم کسانی که به گذشتهشون گند زدن نباید قصه بخورن، هنوز آینده رو دارن که بهش گند بزنن. مامان دوستم با تبلیغاتی که تو اینستاگرام جمع کرد تونست دماغش رو عمل کنه. پس هنوز انگیزه هست، سیاه نمایی نکنید. تاریخ 9/9/99 رو باید در تقویم ایران باید به عنوان روز ملی زایمان ثبت کنن. به نظرم تا الان اونایی که کرونا نگرفتن رو باید به عنوان اسطوره های بهترین سبک زندگی انتخاب کرد. بله. معمولا اینجوریه که وقتی درآمدها میاد پایین، اولین چیزی که تحت تاثیر قرار میگیره پسندازه. یعنی یا از پسندازمون برمیداریم خرج میکنیم، یا اینکه در بهترین حالت پسنداز کردن رو متوقف میکنیم. اونهایی که به پسنداز کردن اهمیت میدن عادتهاشون رو تغییر میدن. مثلا تو همین کشور خودمون پیشنهاد شده بود که به جای 3 وعده غذا در روز 2 وعده بخورین. یکی از مسئولین اعلام کرد. الان خیلی ها دارن این کار رو میکنن. خارجی ها چون شکموان همون 3 وعده رو میخورن. خبرشون. ژاپنی ها وقتی حقوق میگیرن نه تنها پسندازشون رو میذارن کنار،
بلکه یک بخشی از پول رو هم میذارن توی ظرف شیشه‌ای که اسمش ظرف لذت و خوشیه. این واقعا هست. این بطری شیشه‌ای همیشه جلو چشمشونه و در طول ماه در واقع پولش رو صرف تفریحاتشون میکنن. این خب یه ذره زمان میبره تا تو فرهنگ ما جا بیفته. فکرشو بکنین وسط این اوضاع و بیپولی یه ظرف شیشه‌ای پر از اسکناس رو میز باشه، اصلا پنجم برج نشده، از کف پای تک تک اعضای خانواده خون میچکه. یه خانم یا آقا بفرمین. خانم آقا آقا بله، شغل شما قربان. من سعید میشکار هستم، مدیر اجرایی سال. بسیار عالی. شما؟ بنده سه تا شغل دارم. کدوم؟ سه تا شغل داری؟ البته یکیش که به خاطر کرونا تعطیل شده، یعنی بله. تقریبا نیمه حضوری مؤسسه علمی پژوهشی روی مقاله ها و پروژه های دانشجو کار میکنی. بله. یکیش هم تدریس خصوصی زبانه. بله. که الان بیشتر انجام میدیم، زبان انگلیسی. بله. یکیش بله. هم که خب فعلا دانشجوی روانشناسی هستم من. چقدر عالی، چقدر فعال. بله، خیلی هم خوب. بازی منچ اصلش برای چه کشوریه؟ برای فکر میکنم ایتالیا. ایتالیا؟ نمیدونم. آلمان. ملا صدرا در چه دوره ای میزیست؟ دوران اطلاعات عمومی ضعیفه. نمیدونم. صفویه. صفویه. بله بله. اولین مدرسه و نگارخانه در دوره چه کسی تأسیس شد؟ دوره قاجار فکر میکنم. کی؟ دوره قاجار. دوره قاجار. ناصرالدین شاه. بله. بله. بزرگترین منبع گاز جهان کجاست؟ ایران. قاجار. ایران. بله. پر جمعیت ترین قاره جهان؟ قاره آسیا. آسیا. کلمه جودو به چه زبانیه؟ جودو؟ ژاپنی باید باشه. ژاپنی. به پوست درخت خرما چی میگن؟ لیف. لیف. بله. نویسنده یه کتاب ارقانون و فلسفه؟ نمیدونم. ارسطو. ارسطو. بهشت گم شده اثر کیه؟ منم نمیدونم. شعر بخونه. شعر؟ بله بله. چه شعری؟ هرچی دوست داری. در مورد چی باشه آقای مدیر؟ من اصلا شوکه شدم. چرا؟ یه بیت. سعدیا مردی نکو نام هم نگه نمیرد. من خواستم. سعدیا؟ سعدیا من مرد نکو نام نمیرد هرگز. مرده آن است. برای اینجا خاطرم نیست. آها همین این دو همین هم نصفش. مرده آن است؟ که نامش به نکویی نبرند. جا یه بیت نمیدونم واقعا، الان حضور ذهن ندارم واقعا، نمیدونم. اب ندارم. چی کار کن؟ آقای مدیر شما چون جایگاه ما رو در نظر بگیرید، ما جوربوره شما وایستادیم، همچین شخصیتی واقعا همیشی. من مخلص شما، قربونتون برم. بسیار عالی، متشکرم. در مورد پسنداز میگفتم، یکی دیگه از راه های پسنداز کردن اینه که برای خریدی که انجام میدیم وقت بذاریم. خیلی وقتها چون بر اساس نیازهامون خرید نمی کنیم، هم پول اضافه میدیم، همین که چیزی که می خریم اصلا به کارمون نمیاد. من خودم اخیرا رفتم توی مغازه، گفتم این کتونی سرمه یه رو می خواستم ببرم، گفت چشم 8 میلیون. گفتم این فقط مگه کفش نیست یا چیز دیگه ای داره؟ گفت نه نه، این مخصوص دویدن لب ساحله. گفتم اصلا من ساحلم کجا بود حالا تو این کرونا؟ حالا به فرضم که رفتم، مدیونی اگه فکر کنی من لب ساحل میدوام. یه جفت مشکی برداشتم، گفت اون 4 تومنه. گفتم خب این چرا؟
گفت قالبش انعطاف پذیره، میچسبه به پاتون، حالت طبی پیدا میکنه. گفتم به هر حال تو این سن من دیگه چسبون خیلی چیز نیست، جالب نیست. خلاصه دو ساعت بعد با یه جفت دمپای استخری از مغازه اومدم بیرون، اونم به شرط گرفتم، قرار شد اگه لیز خوردم پس بگیره. منظورم اینه که بعضی وقتا چون نمیدونیم چی میخوایم گرون میخریم، در حالی که اگه بدونیم چقدر گرونه اصلا چیزی نمیخوایم. پس انداز در واقع بدهیه که ما به آیندهمون داریم و باید بپردازیمش. مشکلات اقتصادی پس انداز کردن رو سخت میکنه، اما چیزی که سخت ترش میکنه ترک عادته. طرف حقوقش 1,000,000، هفته آخر ماه پول برای فلافل کم میاره. حقوقش 5,000,000، هفته آخر ماه پول برای چنجه کم میاره. حقوق میشه 50,000,000، هفته آخر ماه پول برای بستنی روکش طلا کم میاره. حقوقش میشه 100,000,000. ببخشید اینو نمیتونم اینجا بگم که برای چه کاری پول کم میاره. خواننده عزیز دلمون امشب اومدن کنار ما باشن که یه دو ترک برای ما بخوانند. امیر تاجیک عزیز. به به، متشکرم. سلام علیکم. مخلصم. امیر جان همیشه کنار ما هست با صدای زیباش. قربونتون برم جناب آقای مدیری، دوست داشتنی. خواهش میکنم. عرض ارادت دارم خدمت هم میهنان عزیز که برنامه زیبای شما رو میبینن. من هم جناب آقای مدیری رو بسیار دوست دارم. دوستی ما خیلی برمیگرده به خیلی عقبتر که واقعا تازه شروع کردیم ما اون دوران. هم ما تو موسیقی، هم جناب آقای مدیری در ژانر خودشون دهه 70 و خاطرات قشنگی. امیدوارم که شما هم لذت ببرید. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. متشکرم از لطف. شما دین خیلی خوش آمدین. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. ممنون از شما. اگر که سلامی هست بفرمایید. سلام میکنم به عزیزان و کسایی که بعداً قراره تو خونه این برنامه رو ببینن. متشکرم. خیلی ممنون که آمدین. ممنون از شما. و متولد تیر ماه، 8 تیر ماه. بله. و تیر ماهی ها چجوری هن؟ دمدمی هن. دمدمی هن؟ به شدت. مودی هن. مودی فرق میکنه ها. چرا دیگه، یعنی هی مودشون عوض میشه. دمدمیان یه لحظه خوبن یه لحظه بد. و اینجوری کاملا بدترین ویژگی. خیلی سخته ولی، یعنی برای اطرافیان. برای من که سخت نیست، من راحتم. آره برای بقیه دیگه خودشون میدونن. آره. و اینو مثلا مدام میگن بهتون که مدام. آره مدام. و هیچ تصمیمی راجبش نداری؟ یه ذره سعی میکنم کنترلش کنم ولی دست خودم نیست. اونا منو اینجوری پذیرفتن. تعدادشون هم خیلی کمه، یعنی بیشتر معاشرت نمیکنن دیگه. خب آره. بعد این در طول روز هم ممکنه چند بار اتفاق بیفته یا روزهای مختلف؟ اصلا میتونه تو یک ساعت چند بار اتفاق بیفته. خیلی خوب. من امیدوارم تو این تایم گفتگومون این اتفاق نیفته. یعنی سعیمو میکنه. حالا چون آره. و متولد 71، 28 سال. خیلی عمالی. میدونم که تحصیلات موسیقی دارین. بله. و... یه چیزی بگم. آره. چقدر راحت سنمو گفتین. آها نه، آها نه، بعد میپرسیدم. دیده بودم که مثلا تو برنامه های دیگه نمیگن. آها بعد میپرسیدم. میخواستم اذیت نشی چون دمدمی هستی. چون به من خیلی کمتر میخوره. کمتر میخوره؟ خیلی. آره آره واقعا. آره آره. آره 18، 19، 20. مرسی. بله. درسته؟ بله بله. و موسیقی خوندین و ساز تخصصی؟ سنتور. سنتور، چقدر عالی. چی شد که به سمت بازیگری؟ شد دیگه، خیلی اتفاقی و راحت بگم الکی. خب بگین برامون همین رو تعریف کن.
انگار که تو سرنوشتت باشه یه چیزی. برای من اینجوری بود، یعنی از بچگی مثلا 7 سالم بود یه تیزر پودر با اتفاقی تو خیابون و اینجوری. دوباره 15 سالم بود دوباره تو خیابون آقای نعمت الله من دیدم. تو خیابون که از طریق یه دوستی، ولی به هر حال یه جایی بود که یه فیلم سینمایی بازی کردم تو 15 سالگی، مقلد شیطان. بعد از اون منم اصلا به فکر بازیگری نبودم، موسیقی رو ادامه دادم و 4 سال بعدش باز اتفاقی توی جمعی یه نفر من رو برای یک تلفیلم آقای رفاعی معرفی کرد. از اونجا معرفی شدم به کار آقای علیرضا داوودنژاد که شروع سینما بود برای من، که اصلا علاقه‌مند شدم و حرفه‌ای تر یکم بعدش پیش اومد دیگه. از اونجا شروع شد و این روی کار موسیقی تاثیر گذاشت، یعنی آره از اون کم شد. بله بله. و حیف، چقدر حیف. خیلی حیف. در چه حد ساز تخصصی سنتور، یعنی تدریس هم میکنی؟ تدریس دوست داشتم بکنم، نشد دیگه چون به سمت بازیگری اومدم، تایم این رو نداشتم. در واقع باید تو حالا بری تو آموزشگاه تدریس کنی یا تدریس خصوصی کنی، این شرایط فراهم نشد به دلیل تایم. ولی سنتور رو از اول راهنمایی چند سالگی میشه، از اون سن زدم، فکر کنم بشه 11 سالگی. پیش استاد ثابت ساز زدم 2-3 سال آخر رو و بعد وارد دانشگاه شدم. آها. و به همین دلیل برای فیلم لامینور آقای مهرجویی انتخاب شدی؟ درست میگم؟ یعنی خیلی تاثیر داشت. تسلط در موسیقی و نوازندگی. البته اونجا سنتور نمیزدم، ولی آره میدونم، ولی به هر حال خب خیلی تاثیر داشت و خودم هم خیلی واسم خوب بود. به هر حال راجب موسیقی بود و خوب بود، یکی از دلایلش. فیلم خوبی، یعنی تجربه خوبی بود دیگه با آقای مهرجویی. حتما خیلی بله. و خود شما به چه نوع موسیقی علاقه داری؟ خیلی زیاد. من موسیقی سنتی من همه موزیکا رو گوش میدم آقای مدیری. آره. ولی خب اون چیزی که منو میکنه از همه جا و اصلا یه حال عجیبی تو من ایجاد میکنه همون موسیقی سنتی، همون ردیف و آواز و گوشه هاست که خیلی عجیب دوست دارم. حیفه که ساز رو کمرنگ کردین. یعنی مثلا در روز هیچ تمرینی نمیکنی؟ سنتورو نه. چرا؟ میرم سراغش، ولی خب به خاطر کوکش، به خاطر اینکه دلیل اصلی اینه که وقتی میرم سراغ ساز اون چیزی که قبلا اجرا میکردم و نمیتونم اجرا کنم و این دست خشک شده. و بیشتر کلافه میشم. ولی پیش میاد که یهو یکی دو ماه مستمر پشت هم تمرین میکنم. از موسیقی دور نیستم به هر حال و به هر حال خیلی دور نشدم ازش، ولی حیف شد که چون من کنسرت و اینا هم اجرا کرده بودم به عنوان نوازنده سنتور توی گروه، ولی نشد دیگه. روزی 1 ساعت لطفا. روزی 1 ساعت اصلا باش. 1 ساعت چیه؟ 1 ساعت. آره این زنده نگهش میداره براتون. بله. و در تئاتر هم فعال بودین؟ از اون برامون بگین. تئاتر دو تا تئاتر بیشتر کار نکردم با خانم سیما تیرانداز که خیلی تجربه خوبی بود. خیلی یاد گرفتم از ایشون بازیگری رو، چون من هیچ دوره بازیگری نگذروندم اینجا. همش اتفاقی بوده، بیشتر به صورت تجربی اومدم جلو. و یه تئاتر هم با آقای رضا حداد کار کردم که اونم خیلی تجربه متفاوت و خوبی بود. بعد از اون دیگه پیش نیومد. خوشحالی از این اتفاق که افتاده در زندگی، انتخاب شدن تغییر مسیر به سمت بازیگری یا سینما؟ مگه میشه خوشحال نباشی؟ به هر حال نوعی از موفقیت زندگیمو به جریان انداخت. انگار خدا میخواست از این طریق به من هم روزی برسونه، هم یه چیزایی رو به من یاد بده. و در فیلم لاک قرمز اگه اشتباه نکنم نقش اصلی بودیم و جایزه بهترین بازیگر زن رو گرفتیم. بله، در جشنواره شهر. آها. بله. از اون کار بگیم. لاک قرمز هم خب تجربه عجیبی بود به نوع خودش. اولین بار بود که من نقش اصلی بازی میکردم. و خب کارگردان اون کار آقای سید جمال سید حاتمی لطف کردن به من این نقش رو به من سپردن. 24 سالم بود، نقش یه دختر 16 ساله رو بازی کردم، چالش های خودش رو داشت و از طرفی بخشی از جامعه بود اون فیلم که احساس کردم یه دینی هم به اون قشر از
جامعه که دخترایی که در سن پایین مجبور میشن که یک خانواده رو بچرخونن یه ادای دینی بود شاید به اونا یا شاید یه قدرتی بده به اون همسن و سالای اون نقش که بتونن که بدونن که میتونن زندگی کنن و ادامه داره. و برای رسیدن به نقش ها شیوه خاصی یا کار خاصی انجام میدی؟ شیوه خاص که بیشتر سعی میکنم چون لایه های زیادی از احساسات و عواطف رو آدم کلن در طول زندگیش تجربه میکنه و با توجه به اینکه من هیچ دوره تکنیکالی نگذروندم بیشتر از درونم کمک میگیرم. نمیدونم هم این تا کجا کار کنه، واقعا نمیدونم صادقانه، تا الان فکر میکنم خوب بوده. علاوه بر اینکه تو طول این مسیر خب تو یه چیزایی رم یاد میگیری از بازیگرای مقابلت که من خوششانس بودم با بازیگرای خوبی کار کردم و از کارگردانه که باشون کار میکنم یاد میگیری و میگم بیشتر اون شیوهی که مد نظر شماست اگه بخوام جوابشو بدم اینه که از تجربیاتی که در زندگی داشتم کمک میگیرم، از اون حسایی که تجربهش کردم. آدم جدی هستی؟ به نظر اینجور میاد؟ نه میپرسم. بستگی داره. به؟ با دوستان، با خانواده، در محیط خصوصی اصلا جدی نیستم. یعنی اصلا در محیط کار جدیم تا جایی که آدما رفیقم بشن. یعنی اولش جدیم، شروع کار جدیم، بعد یوهو همون شخصیت خودم میشم. این که مودی هستی در کار لطمه زننده بوده تا الان؟ نه، تو کار روش نمی کنم. اصلا این الان دردسر شد برای من. بعد از این من هر جا ناراحت شدم. اصلا میخوام بگم این مودیه، مودش هست. یعنی کنترل داری روش؟ بله. چون خب ما در طول فعالیت کاریمون همیشه خب آدم های مختلفی میبینیم. حالا چه جلوی دوربین چه پشت دوربین. که بعضی ها هستن به شدت مودی هن. یعنی امروز میان اصلا یکی دیگه است. فردا میاد اصلا یکی دیگه است. دروغ گفتم، منم همینجوری. نه هم ببین میدونم. آره اینو گفتم که اینو بگی. و اصلا آدم نمیدونه چی کار کنه. هیچی. امروز حالش خوبه، فردا حالش خیلی بده، بد بازی میکنه و اصلا گوش نمیده و اصلا، ولی فرداش میاد دوباره خوبه و یه ذره چیز دیگه، آفیشو بر طبق حال اونها تنظیم میکنن دیگه. نه نه تا این حد. نه اصلا اینجوری نیست که بد بازی کنه و حالا نه اصلا اجازه بده اینو نفذیرم. نه حالا صبح میری یه ذره چیزی دیگه، بعد با بچه ها معاشرت میکنی، کار شروع میشه. از اون آدم های صبح بد اخلاقی بودم خیلی زیاد، روش کار کردم. ازدواج نکردی؟ نه. خب حالا ملاک ها چیه؟ ملاک، اولین ملاک هم اینه که سختی کشیده باشه اون مرد. سختی کشیده باشه؟ زیاد. یعنی اصلا چون من خودم تو زندگیم با سختی بزرگ شدم. از بد و تولد زندگی سختی داشتم و میبالم به این و خدا رو بابت شکر میکنم. بعد الان از زندگیم راضیم. اون آدمی که میاد تو زندگی من اگر سختی نکشیده باشه چی میفهمه من اصلا راجع به چی دارم باهاش صحبت میکنم؟ قطعا. نه؟ بله. برای همین اولین ملاکم اینه که سختی به معنای واقعی کلمه کشیده باشه، تلاش کرده باشه و بعد تو جایگاه درستی وایساده باشه. قیافه هم برام مهمه. قیافه مهمه؟ دست خودم نیست، ظاهر برام مهمه. خیلی هم عالی. قدش هم بلند نباشه. نباشه؟ نه نباشه. من همه اینو مسخره میکنم. نه اگه نبودم نبود یا عمدن اصلا نمیخوای بلند؟ اصلا نمیخوام بلند باش. قد بلند دوست ندارم. خب خانواده نقش مهمی داشتن در موفقیت؟ مشوق بودن یا مخالف بودن؟ مشوق کلن تو هنر، پدرم که خدا بیامرزه، ولی یادمه که اون موقع سنتور میزدم خیلی دوست داشت، موقعی که نبود تلفنی براش ساز میزدم، خیلی باحال. میدونم که اگه بود حمایت هم میکرد، چون سر اون تیزره که بچگی ها من بازی کرده بودم خیلی ذوق کرد. مادرم هم که بله کاملا مشوقه، چون خودشون هم دوست دارن هنر رو نقاشی میکنن، معرق کاری میکنن.
بسیار عالی. بله. خب خواهر برادر؟ خواهر. خواهر دارین؟ دوتا. و علاقه دارن به حرفه ای که داری؟ یعنی دوست دارن که این کارو بکنن یا اونا انجام بدن؟ خواهر بزرگم نه. خواهر کوچیکم خیلی کوچولوه، مثلا 10 سالشه. خب تو اون سن فکر کنم براش جذابه، مخصوصا که منو میبینه مثلا برام کلیپ درست میکنه، عکسام و اینا رو موزیک میذاره روش، دوست داره. ولی من دوست ندارم که اون این کار بکنه. چرا؟ این حرفه خیلی سخته به نظرم. به خاطر سختیش یا به خاطر فضاش؟ نه، خیلی شغلای دیگه هستش که بتونه توش موفق باشه و یه ذره این حرفه برای من ترسناکه و انقدر یه چیزایی رو از نزدیک آدم تجربه میکنه که چون اختلاف سنی زیادی داریم و من 18 سالم بود که به دنیا اومد و حس بچه رو انگار بچه خودم باشه، دوست ندارم که اون سختی هایی که من کشیدم اونو اون تحمل کنه. تحمل که یعنی تجربه کنه. و چون از سن کمی وارد فضای سینما شدی، این فضا رو چطور تعریف میکنی؟ دوست داشتنی بوده؟ آزاردهنده بوده؟ چون به هر حال تصور عموم مردم از حرفه ما یه تصور خوب خاصیه که بله. آدم هایی که وارد این حرفه میشن خیلی باید مواظب خودشون باشن. واقعا اینجوری هست؟ اینجوری بوده؟ این چیزها رو دیدی؟ به قول در لحظه یادم افتاد آقای داوود نژاد عزیز که من خیلی ارادت دارم بهشون، خیلی دوستشون دارم، یه بار گفتن که زندگی اینجوری نیستش که تو مثل میوه فروشی بری سوا کنی. قدیم ما سوا نمیذاشتن اصلا بکنی در هم. زندگی اینجوری نیست که تو بخوای سوا کنی خوبی ها رو بعدی، همشو با هم داره. حرفه ما هم زیر مجموعه از زندگیه، برای من هم همینطور بوده، هم خوشحالی ها و خوبی هاشو داشته، هم چیزهای قشنگ داشته، هم سختی داشته به مراتب. هر چقدر پول بدی همونقدر آش میخوری. بله. میشه اینو اینجا گفت؟ بعید میدونم، ولی هر چی سختی بکشی منظورم اینه که به همون قدرم نتیجهشو میبینی. نتیجهشو منظورم. اسم آقای داوود نژاد عزیزم اومد و امیدوارم که بشه روزی مهمان برنامه دور همی باشه. برای پیشرفت کار، برای موضوع بازیگری چه کارهایی میکنی که این رشد مدام بیشتر بشه؟ و توکل میکنم و بعد از اون منظورم کتاب، منظورم بله، فیلم دیدن زیاد. بله بله. آره. قبلا اصلا اهل فیلم دیدن نبودم، همون دوره که سینما برام جدی نبود، بعد از اون سعی کردم که ببینم. خیلی از فیلم های تاریخ سینما رو ندیده بودم، تاریخ سینمای خودمون رو، حتی فیلم های قدیمی رو ندیده بودم. سعی کردم تو این چند سال ببینم، هنوزم تموم نشده. بله مطالعه میکنم. و اگه مثلا یکی دوتا فیلمی که خیلی دوست داری رو بخوای نام ببری چیه؟ ایرانی؟ فرق نمیکنه. توی ایرانی کلن کارهای آقای مهرجویی رو، نه برای اینکه باهاشون کار کردم، خیلی دوست دارم همه یه کاراشونو. کارهای خارجی هم مثلا اتوبوسی به نام هوس فیلم مورد علاقمه و یه ذره توی اسم سختم، یعنی اوکی. یادم نمیمونه. بسیار خوب. یه جایی فکر میکنم گفته بودی که در فیلم خفگی آقای جیرانی بازی متفاوتی از شما میخواستن. به چه معنی؟ به معنی اینکه اون سبک فیلم هم مثلا متفاوت بود. فکرم آقای محمدزاده، خانم شاکر دوست، اینا هم متفاوت تر از نقشای دیگرشون ظاهر شدن. مثال بزنم که مثلا چجوری متفاوت بود؟ مثلا یکی از چیزهایی که برای من وجود داشت که اصلا سن بود. من تا اون موقع سن واقعی خودم رو بازی نکرده بودم، سن یک زنی که یک همسری داره رو بازی نکرده بودم اونجا اولین بار. نمیدونم چجوری بگم. مثلا پلک زدن یکی از چیزهایی بود که اصولا که پلک زدن زیاد خب قشنگ نیست شاید تو تصویر، ولی خب ایشون تأکید ویژه داشتن که طولانی پلک نزنی و حالا منم چشم عفونت کرده بود و خیلی برام سخت.
همین. خب کدومی که از نقش هایی که بازی کردی رو خیلی بیشتر دوست داری میشه گفت؟ یا به خودت نزدیکتره؟ به خودم نزدیکتر؟ تمام نقش هایی که بازی کردم تکه از وجود من رو توش داره. همه نقش هایی که بازی کردم شاید خفگی تنها نقشی بود که نداشت. لاک قرمز رو چون خودم برای پول در آوردن زحمت کشیدم، شاید حالا به اون سختی نه، ولی و پدرم نجار بود، کارهای نجاری هم میکرد، معمار بود. لاک قرمز و لامینور به خاطر بخش موسیقیش. بله. تو حالا تست دادی؟ فکر کنم یکی دو بار. یه ذره خودم هم اینو دنبالش داشتم میگشتم که من کجا تست دادم و چه جوری بوده، اونا خیلی یادم نیست. تعداد بارایی که این اتفاق افتاده کم بوده. فکر کنم یه بار کار آقای همایون اسعدیان، خانومی به اسم خانم هجیروند از من تست گرفتن. یه بارم یادم نیست کی و حتی کاری. تست ساده ای یا عجیب غریبی بوده؟ نه با هندیکم فیلم گرفتن. آها. و مثلا اصلا یادم نیست حتی چی کار کردم. ما اینجا یه تست عجیب داریم دیگه. چی؟ اینجا تست. آها گویه. آره. خیلی ساده است این چیزی که نمیشه ندم. چرا؟ آخه نه دیالوگ داره، نه حرکت داره، نه نگاه، فقط همینش سخته. خب سختیم ما سختیم. اصلا فقط بگوی نگاه کنید بگید که بیا با هم بریم شمال کباب ترش بزنیم. میشه با حسرت این کارو بکنم؟ یعنی نمیتونین برین شمال؟ نه. نه حالا مثلا مال دوران دیگریست. چقدر دلم خواست کباب ترش شمال با. خب پس دیگه الان قشن میتونیم بازیش کنیم. دهنش آب افتاد. خیلی عمالی خیلی چیز سختی از آدم میخواین. کلن با تست دادن مخالفی. شاید یه جایی گفته بودین اگه اشتباه نکنم که فقط سینما، اهل سریال یا تلویزیون نیستی. تلویزیون یه کار بازی کردم، سریال یادآوری، ولی ترجیح هم سینما و تئاتر و ایناست. سینما جذاب‌تر یا تئاتر میتونی بگی؟ بله سینما. سینما. برای من سینما. و تاثیرگذارترین آدم زندگی کی بوده؟ چه سوال. تاثیرگذارترین؟ زشته اگه بگم مادرم نبوده. به نظرم برای همه مادرشون بوده. به جز ایشون میتونم بگم. اساساً پدر و مادر سوای این جمله دیگه بل. همیشه در این جایگاه هستن و تاثیرگذارترینن. ولی خب غیر از حتما با آدم باشه؟ نه. تاثیرگذارترین اگه از خانواده بگذریم، چون خواهرم هم به شدت آدم تاثیرگذاریه رو من، یه دوستی دارم کوهنورد، دوست خانوادگی ماست اصلا به نوعی، و خیلی ازش یاد گرفتم. شاید خیلی جاها تاثیر داشته تو زندگیم، تاثیر شگرفی، حالا که بگم این کار رو برام که نه، خورد یاد گرفتم ازش، زندگی کردن، سختی کشیدن و صبر و اینا رو یاد گرفتم ازش، و آدم تاثیرگذاریه نه فقط برای من، برای همه خانواده ما، و ممنونم ازش. چقدر عالی. کاری هست که هیچ وقت یادش نمیگیری هر کاری میکنی؟ نقاشی. و دوست داشتی که بتونی؟ خواهرم چون نقاش عکاس گرافیسته، چرا بعدم نمیمد امتحان کنم. کوزه یادتونه طراحی میکردن؟ کلاس طراحی میرفتیم، طراحی سیاه قلم، همه بله کوزه بله. بود با کوزه شروع میشد، فرم کوزه. آره. این اومد به من کوزه رو یاد بده، منم راه نمایی اینا بودم فکر میکنم. فنجون کشیدی؟ نه اصلا نمیشد. دوتا خط
کاغذ بود که مچاله میکرد و پرت میکرد تو صورت من. بابا اصلا ذوقمو کور کرد و من هیچ وقت نمیتونم نقاشی یاد بگیرم. میگفت تو بی استعداد و یه سری توهین دیگه که نادون و دو تا خط آدم نمیتونه بکشه، یعنی گفتم چون همیشه یه چیز اینجوری بود، یه چیز اینجوری، همیشه این یه ورش یه جور دیگه بود. بله. یعنی این نمیشد، یه ورش کج یا لومبر انداخته بود این ور یا اون ور یا هر کاریم که آره میدونم. آره درست میدونم. خسته نشدی؟ نه. خوبه همه چی؟ بله. خب بله یا خیر بگید فقط. شده تا حالا دلت بخواد جای کسی دیگری باشی؟ خیر. آدم دلسوزی هستی؟ درونی بله. آدم صبوری هستی؟ خیر. نه اصلا. ریسک پذیری؟ بله یا خیر، فقط باید بگم وسط تا حدود. عشق میتونه مسیر زندگیت رو عوض کنه؟ بله. بله. سریع قضاوت میکنی؟ نه. نه. و تا حالا معذرت خواهی کردی؟ زیاد. بله. و دانش آموز خوبی بودی؟ به لحاظ درسی؟ کلن دوستم داشتن، چون خیلی شیطون بودم. ولی دوستم داشتن، خوب بودم پس. بله. اگر رشته موسیقی یا بازیگری رو انتخاب نمیکردی، چه کاری داشتی امروز؟ چه چیزی جایگزین میشه کرد؟ احتمالاً وکیل بودم. وکیل؟ بله. خیلی خوب. و چیزی هست که بهش خیلی وابسته باشی از خودت جداش نکنی؟ کلاً خیلی آدم وابسته ایم. خیلی زیاد. مثلا یه لباس رو میخوام بندازم دور، میگم وای اینو اون روز اونجا پوشیده بودم، وای اینجوری شد. خیلی کندن برام سخته از هر چیزی، از هر چیز غیر معمول یا غیر چیزی که کندن برام سخت باشه وابستگیش. مثلا حالا این خیلی مربوط نیست ولی میخوام که سادش کنم، اهل فضای مجازی هستی؟ خیلی آدم ها وابسته به این دست دارن؟ نه نیستم، وابستش نیستم ولی اهل فضای مجازی هستم. وابستش نیستم. پیش میاد که واقعا تو روز هیچ کاری هم در اینستاگرام یا جای دیگه انجام ندم. آره. و چطور از حریم خودت مراقبت میکنی در فضای مجازی؟ با جدیت. با جدیت. نمیدونم، اصولا چیز بعدی به هم نمیگن تو فضای مجازی. خدا رو شکر تا الان اینطور بوده. هستن به هر حال آدمایی که میگن، سعی میکنم نبینمشون. نه بلاک میکنم، نه هیچ چیزی، میذارم وجود داشته باشه بقیه قضاوت کنم، ولی خدا رو شکر تا الان زیاد نبوده. خیلی عالی. تو زندگی لحظه ای هست که دوست داشتی اون لحظه رو دوست داشته باشی که اون لحظه رو پاک کنی برای همیشه؟ نه. یکی از این واژه ها رو انتخاب کن. موسیقی بازیگری؟ موسیقی. تیپ شخصیت؟ شخصیت. شب یا روز؟ شب. عشق و احترام؟ عشق و احترام، جفتش با هم قشنگ. و تراژدی یا کمدی؟ تراژدی. کار کمدی نکردی؟ نه، جالبه برام که تجربهش کنم. دوست داری؟ جالبه برام. فکر کنم نتونم ولی. چرا؟ چون با آقای انصاری که تو لامینور هم بازی بودم مدام میخندیدم. مدام. هیچ آقای کس انصاری نقش من نمیخنده. سر صحنه هیچ کس در دنیا برزم. جدی بودیم آخه ما. اصلا جدی فرق نمیکنه من. اصلا یکی باید منو بگیره. پس میتونم؟ آره فکر میکنم. من خیلی خندم میگیره و نمیدونم، شاید تصور میکنم. آره. یه جوریه. و رابطت با بچه ها چطوره؟ با کودکان؟ نه؟ حوصله شون رو نداری؟ نه. شاید بچه خودم باشه یا اون خواهر کوچیکم باشه، با اونم آخه همین جوری هم دیگه. بس دیگه. اولا که مثل آدم بزرگا باهاشون صحبت میکنم، از این صحبت کردن مهد کودکی ها مثلا خوشم نمیاد. مامانم مثلا اینجوری دوست ندارم. میگم جدی صحبت کن، محکم صحبت. با خواهرم خیلی این کار میکرد. حوصله‌ام سر میره ولی دنیاشون خیلی زیباست.
من یه حدی دارم اما نمیتونم بیشتر از اون ارتباط برقرار کنم. شاید بعد روی این قضیه کار کنم. واقعا دغدغه فعلی چیه؟ معاش. این روزا فکر میکنم که خیلی ها این دغدغه رو داشته باشن. اعتقاد دارم که تو اگر رفاه داشته باشی میتونی بقیه چیزارم تا حدی کنترلشون کنی. دغدغه این روزام بیشتر از هر وقت دیگه ای معاشه، چون بیکاریم و یه سری دایرکت برام میاد، یه موقعهایی میخونم، یه سری نگاه ها بهت میشه که شما که بازیگرین، شما که پول دارین، شما که کی از زندگی ما خبر داره؟ و من روزای سختی رو گذروندم تو این کرونا. اشکالی نداره، میدونم که میگذره، میدونم که خدا مگه میشه که اصلا به مو میرسونه پاره نمیکنه، ولی به نظرم این روزا باید یه ذره بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشیم. دلم میخواد حالا که حرف این شد بگم که به خصوص مالکا و مستاجرا، خواهش میکنم ازشون مالکا رعایت کنن، که مالک خودم اولین نفر نکرد. دنبال خونه هم الان تو این اوضاع کرونا، تو این اوضاع تعطیلی، اشکالی نداره از این خونه میری تو اون خونه، ولی یه ذره لطافت به خرج بدین. واقعا راه دوری نمیره، حداقل شما مالکین یک دونه خونه حداقل برای خودتون دارین، مستاجرا چیکار بکنه؟ درسته. و میدونم آدما خیلی الان شرایط بدی دارن، اطرافیانم دارم میبینم قشر ضعیف‌تر رو میشه حد زد. برای همین میگم الان دغدغم صرفاً معاش و رسیدن به روح خودم. چون بیکاری منو اذیت میکنه. خیلی. آدم اهل برنامه ریزی هستی در زندگی؟ برنامه ریزی اون کاری که در لحظه در حال انجامه، بله. برای آینده تصویر کلی دارم. خیلی براش برنامه ریزی نکردم. نمیدونم چی قراره پیش بیاد. نمیدونم اصلا تا کی هستم. برای همین بله، ولی کلن آدم منظمیم. مثلا میخوام برم مسافرت یا ساک میخوام جمع کنم، مینویسم و تیک میزنم. اینجوری هم، یعنی برنامه ریزی میکنم براش. و بازیگری رو عاشق خود بازیگری هستی یا برای رسیدن به چیزی؟ یعنی منظورم در خود این حرفه است، مثلا کارگردانی، برای اینکه خیلی ها وارد این حرفه میشن که برسن به اون نقطه. دیده کارگردانی هیچ وقت نداشتم. هیچ وقت، شاید چون سوادش رو ندارم، تحصیلاتی بابتش نکردم و زوم هم روش نبودم که بخوام یاد بگیرم. بعضی وقتا ولی یه چیزایی تو سرم میاد که دوست دارم به تصویر بکشونمشون. بعید میدونم خودم بتونم، شاید بعدن شد میسپرمشون به یکی که بتونه. خیلی عالی. و بازیگر محبوب غیر ایرانی؟ مارلون براندو. براندو. و خانم؟ مریل استریپ. الگوی مشخصی داشتی؟ اینو برای این پرسیدم، مثلا در بازیگری که نه. اصلا دوست دارم یه سری بازی های روون مثل مریل استریپ و خیلی کسای دیگر رو، ولی اینکه دوست دارم اونقدر روون و قشنگ، ولی اینکه الگو قرار بدم که بخوام، نه اونجوری نه. چند تا جمله میگم کاملش کن. چشم. آدم امیدوار به کسی میگند که به خدا ایمان داشته باشه. موفقیت برای من یعنی اینکه آرامش داشته باشه. آرامش. بعد از کرونا اولین کاری که میکنم اینه که یه مهمونی گنده میگیرم. اگه یه کودک از من بپرسه که عشق چیه، بهش میگم؟ بهش میگم که بیا بشین برای تعریف کنم. خیلی هم ممنون. اهل ورزش؟ بله. چی؟ تا حالا ورزش نکرده بودم، تا چند وقت اخیر. دوست داشتم بکنم، ولی چون لاغر بودم احساس میکردم خب حالا هستیم. احساس کردم یهویی دارم میرم توی سنی که اگه نکنم ضرر میکنم. اگر رنگ بودی چه رنگی بودی؟ نارنجی. اگر شیء بودی؟ ساز. و اگر بخشی از طبیعت بودی؟
ماه جزء طبیعت حساب میشه؟ بله ماهو خیلی دوست دارم. و اگر یه نقش تاریخی بخوای بازی کنی دوست داری نقش چه کسی رو بازی کنی؟ تو تاریخ کمک هم نمی کنیم؟ مثلا جوزفین ناپلئون، مثلا جان دارک، مثلا ماری کوری، مثلا بگم ایرانی دوست داشتم بازی کنم. بخشی از تاریخ ایران رو دوست داشتم بازی کنم قطعا. رودابه. آها از شاهنامه زیباست. آها. رودابه بله. بعد از کرونا اگه بخوای بری سفر اولین جایی که میری؟ کلاردشت. کلاردشت خیلی خوب. و اگر بخوای کار ماندگار برای مردم انجام بدی اون چه کاریه؟ چه سوال سختی. میدونم. چه کاری ماندگاری من برای مردم؟ هر کسی میتونه به نظرم. حالا اذیت نمیکنم نه؟ به ذهنم رسید میشه. آره بیدن. آره لطفا. آخه اینکه ماندگار برای مردم خیلی بزرگه. خب خسته نمی کنم. خسته نباشی. چیزی هست که بخوای در موردش اینجا حرف بزنی و راجع به هر موضوعی فکر میکنی گفتنش لازمه و بگی تو که توی حرفامون نبود؟ تو حرفامون بود. یکی راجع به همدلی این روزا بود که آدم ها هوای همون، حالا نه صرفا مالک ها مستجر ها، آدم ها فکر میکنم شرایط روحیشون همان چنان خوب باشه تو این روزا، هوای همون داشته باشیم. به خدا دنیا دو روزه واقعا. یعنی اصلا نمیدونم، یه اتفاقایی میفته و یه کارایی با هم دیگه میکنیم که آدم اصلا نمیدونه چی بگه واقعا. آره واقعا. همین. بعضیا خیلی بی‌رحمن و خیلی عجیبه. دعا میکنم براشون همیشه. آره آره. و آخرین سوال این که احساس خوشبختی داری؟ سعی میکنم براش. خیلی عالی. خیلی ممنون. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. امیدوارم اول سلامت باشی با خانواده و همینطور درخشان روز به روز جلوتر بری انشاءالله. و بهترین ها رو آرزو. خیلی ممنونم. ممنون از شما برای دعوتتون. متشکرم. مرسی. راجب چی میگفتیم؟ پس انداز. آره. یه سری مشاغل هم هستن که اصلا مخصوص دوران رکود اقتصادی هن. مثلا تعمیراتی ها میبینید تو این دوران سرشون شلوغ میشه چون کسی دیگه نمیتونه نو بخره، همه میخوان تعمیر کنن. تعمیراتی اینقدر مشتری داشت رو شیشش زده بود از پذیرفتن شکاف های خارج از درز معذوریم، ولی پول آرایشگاه از اون هزینه هاست که در دوران رکود صرف جویش میکنیم. آقایون رو عرض میکنم، مدتیه که سر و کله آقایون خیلی اوضاع مناسبی نداره چون خانوماشون کوتاه میکنن براشون یا دختراشون. یکی از دوستام خطریش سمت راستش کلا ناپدید شد و میگفت که صبح که سمت راستم رو به دیواره پیاده میرم سر کار، ولی بعد از ظهر که برمیگردم چپم دید داره، منتظر میمونم خانومم بیاد منو برسونه. بعضی از مشاغل هستند که رکود و غیر رکود نمیشناسن. مثلا کلید سازی. من خودم انقدر کلید جا گذاشتم که بعد یه مدت کلید سازه فهمید الان نون تو مدیریه. اومد یه مغازه کنار خونمون خرید. الان کاملا قلقه من دستشه. میدونه هول و هوش 8 شب میرسم خونه، از حدود 7:30 شروع میکنه ساختن. یه بار یادم رفت کلیدمو جا بذارم، یه ماه بام قهر بود. الان البته بازار کلیدسازها هم یه ذره کساد شده، نه که
تو کارت‌های بانکیمون پول نیست. هر کی کلیدشو جا میذاره یک کارت بانکی در میاره، میکشه لای زبونه قفل، در باز میشه. از امیرجان تاجیک خواهش میکنم که باز هم برای ما بخواند. متشکرم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی ممنون امیرجان. ما هم خیلی خوشحال شدیم در کنار شما. مهران مدیری عزیز بودیم. مرسی. همینطور روزای سختیه ولی امید هم نباید از دست داد. بارون داره میاد. بر صورت کشور حاصل خیزی رو ایشالا خواهیم داشت. به خوبیاش هم فکر کنیم. امیدوارم که رو این روزهای سخت بگذره و حال همه خوب شه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. منم خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنون. خدا نگهدار تک تکتون. مرسی جانم. متشکرم. خب نظرات شما رو بخونیم. خسته شدین و اومدم ماگ قهوه‌مو بذارم رو میزم عکس بگیرم، دیدم ماگ ندارم، میزم ندارم، بیکارم هستم، رفتم از پارچ آب خوردم. با نفس تنگی شدید رفتم دکتر. دکتر گفت باید یه آزمایش بدی، شاید آمبولی ریه باشه. مادرم گفت خدا رو شکر کرونا نیست. یوگا تو ایران جواب نمیده، مال همون سوئیسه. اینجا اومدم یوگا کنم، وانتی داد زد آهم پاره میخریم. و حرف آخر، در حال حاضر از یه طرف وضعیت پسندازها زیاد جالب نیست، از طرف دیگه هیچ کس نمیدونه آیا فردا پس فردا هم جزو روزهای عمرش حساب میشه یا نه. بنابراین هر وامی با هر شرایطی که اعلام میشه همه هجوم میبرن که بگیرن. وام 1 میلیونی گذاشتن، گفتن هر کی بگیره بعدن از یارانش کسر میکنیم. تقریبا تمام یارانه بگیرها رفتن گرفتن، گفتن دیگه 45 تومن چیه که ما رو از کم کردنش میترسونین. اصلا خبرش اومد ممکنه به اونایی که تست کروناشون مثبت میشه وام 1-2 میلیونی کرونا تعلق بگیره. طرف تو اینترنت آگهی زده بود انتقال قطعی کووید 19 جهت دریافت وام با 500,000 تومان. اعلام کردن به خانم های سرپرست خانوار وام میدیم، تمام آقایون رفتن محضر، سرپرستی رو واگذار کردن. وام 20 میلیونی میدادن برای دفع آفات مزارع، همه تو باغچه های خونه شون شته پیدا کردن. در هر صورت پسنداز در تمام دنیا به عنوان یک پدیده مثبت و آینده نگر شناخته میشه، به شرطی که خودمون زیاد دست بهش نزنیم و دیگران هم اطلاعی ازش نداشته باشن. بدترین اتفاق در پسنداز اینه که بقیه بدونن شما پسنداز دارین. در این صورت هرچی بشه میان سراغتون، میگن وقتی تو پسنداز داری ما چرا نفتمون رو به غریبه ها بفروشیم؟ چرا پول تو گذاشتی تو بانک با سود کم؟ بیار تو بورس یه ماه نابودش میکنیم برات. اصلا شما چرا انقدر پسنداز داری؟ از کجا آوردی؟ خیلی ممنونم که کنار ما هستید. امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بخیر. خدا نگهدارت. متشکرم. خیلی ممنون. مرسی. 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 متشکرم. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون.